توی قسمت های گذشته ما اومدیم سیگنال دیجیتال رو در الکترونیک دیجیتال خدمتتون معرفی کرد. توی این قسمت قصد داریم یک سری اصطلاحات پرکاربرد در سیگنال های دیجیتال رو برای شما تعریف بکنیم تا چنانچه ما اومدیم از این اصطلاحات در سری مجموعه های آموزشی خودمون استفاده کردیم و اینکه یعنی شما در زندگی روزمره در خصوص قطعات دیجیتال این اصطلاحات رو شنیدید متوجه بشید که اساس و بنیان این تعریف دقیقا به چه حالتی اطلاق میشه و به چه صورت انجام میگیره اجازه بدید برای اینکه مفهوم این اصطلاحات رو من بهتر بتونم منتقل بکنم از تصویر ساده یا سیگنال دیجیتال استفاده بکنم این ساده ترین تصویری هستش که ما میتونیم برای یک سیگنال دیجیتال داشته باشیم خدمتتون عرض کردیم که ما میتونیم برای یه سیگنال دیجیتال دو حالت رو تعریف بکنیم امکان هستش که برای یک سیگنال دیجیتال حالت های بیشتر رو داشته باشیم اما حالتی که مرسوم هستش و بیشتر مورد استفاده قرار میگیره همین دو حالت هستش که تشکیل یافته از حالت صفر و حالت یک هست که اگه بخوایم به صورت نمایش سیگنال اون رو نمایش بدیم ما میتونیم اون رو به حالت یک موج مربعی داشته باشیم که از این سمت داره این موج ارسال میشه این بخشی از موج هستش که مشاهده میکنید به این حالت اومده و بخش های صفر و یک اون رو مشخص کرده و نمایش میده خب این بخش های متفاوت رو ما یک اصطلاحاتی برای اون در نظر گرفتیم در دانش مهندسی برق. سطح منطقی بالا و یا های رو به این بخش از سیگنال دیجیتال میگیم که مشاهده میکنید و سطح یک نام داره شما هر وقت در جایی شنیدید که سیگنال دیجیتال به حالت های رفته به سطح منطقی بالا رفته و یا حالت اون یک شده منظور این سطح هست سیگنال دیجیتال هستش در مقابل سطح منطقی بالا ما سطح منطقی پایین رو داریم که به صفر اطلاق میشه و این بخش از سیگنال دیجیتال ما رو در میگیره خب طبیعتا سیگنالی که از این سمت داره ارسال میشه از سطح های منطقی متفاوتی تشکیل شده این قسمت رو شما میتونید مشاهده کنید سطح منطقی پایین هست این قسمت سطح منطقی بالا میتونه این سطح منطقی بالا ادامه داشته باشه بعد از مدت دوباره به سطح دیگه ای تغییر پیدا بکنه پس ما میتونیم دو سطح رو در سیگنال دیجیتال معرفی بکنم به عنوان سطح منطقی بالا و سطح منطقی پایین که در سری مجموعه های آموزشی ما از اون به حالت های و لو استفاده میکن. دو تعریف دیگه ای را هم جالبه برای این حالت سیگنال دیجیتال ما داشته باشیم و خدمتتون معرفی بکنیم که بسیار پرکاربرد هست مخصوصا در حالت قطعات الکترونیک یک اصطلاح رو که ما داریم اصطلاح لبه بالا رونده یا رایزینگ اج هستش شما ممکنه شنیده باشید که سنسوری به لبه بالا رونده حساس هستش یا المانی یا یک آیسی یا هر قطعه الکترونیکی به لبه بالا رونده حساس است به چه صورت به این حالت هستش که اگه شما یک سیگنال دیجیتال رو به این قطعه الکترونیکی ارسال بکنید و طوری ارسال بکنید که حالت اون با یک شروع بشه یعنی اینکه حالتی رو داشته باشید که در ابتدا مقدار اون یکه وقتی که این سیگنال رو ارسال میکنید متوجه میشید که اون قطعه الکترونیکی هیچ تغییری از خودش نشون نداد یا اون تغییر مطلوبی که شما مد نظر دارید رو به عنوان خروج تحویل شما نداد خب میاد سطح منطقی یکی رو که هستش توسط سیگنال دیجیتال به سطح منطقی صفر تغییر میده متوجه میشید که باز هم اون قطعه الکترونیکی مد نظر شما اون حالاتیه که مد نظر دارید برای شما به نمایش نداشته. ممکنه از خودتون سوال بپرسید که ممکنه این قطعه الکترونیکی دچار مشکل شده باشه اما باید توی ویژگی های این قطعه الکترونیکی توجه داشته باشید که اگه این قطعه الکترونیکی حساس به لبه بالا رونده باشه به این صورت هستش که تا سیگنال شما سیگنالی که برای این قطعه حالت ویژگی و مشخصه رو داره حالت اطلاع رسانی رو داره تا وقتی که از سطح منطقی پایین از این قسمتی که مشاهده میکنید به سطح منطقی بالا نره این قطعه الکترونیکی قابلیت ایجاد خروجی مطلوب شما رو نداره در واقع این قطعه الکترونیکی به این لبه و به این قسمت از سیگنال دیجیتال ما حساس هستش در مقابل لبه بالا رونده ما لبه پایین رونده رو داریم که به عنوان فالینگ اون رو می‌شناسیم خیلی از سنسورهای دیجیتال رو ما میتونیم داشته باشیم که اونها حساس به لبه پایین رونده هستن یعنی اینکه شما برای اینکه بتونید خروجی مطلوب رو از اون داشته باشید حالت مطلوب رو داشته باشید به با عنوان خروجی از اون قطعه الکترونیکی نیاز هستش که سیگنال دیجیتال مربوط به اون قطعه رو از حد منطقی بالا به سطح منطقی پایین تغییر بدید در تعریف قطعات الکترونیکی یک اصطلاحی ممکنه کاربرد داشته باشه در تعریف اونها اون هم این هستش که این قطعه الکترونیکی منطق پایین و یا منطق بالا هستش این تعریف رو میتونیم به سطح منطقی و بالا سطح منطقی پایین ارتباط بدیم اگه قطعه ای رو اومد و توضیح توی توضیحات و اون گفتش که این منطق بالا هستش یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری کرده اون بر اساس اولویت منطق بالا های سطح منطقی بالا هست یعنی اینکه هر اتفاقی که قرار برای این قطعه بیفته سنجش اون معیار تصمیم گیری یا اون سطح منطقی بالا هستش در مقابل ما منطق پایین رو داریم که معیار تصمیم و قضاوت اون قطعه الکترونیکی منطق پایین هستش و یا سطح لو و سطح منطقی پایین رو به عنوان معیار قضاوت خودش قرار میده که توی سیستم های دیجیتال یک شما میتونید از این حالت های مختلف که به عنوان منطق های بالا و پایین هستن استفاده بکنید تا بتونید محاسبات مدنظر نظر خودتون رو انجام بدید. اصطلاحات دیگه ای رو هم ما در سیگنال دیجیتال داریم که کاربرد آنچنانی در قطعات دیجیتال نداره ممکنه در بعضی حالتهای خاص شما با این اصطلاحات مواجه بشید که اگه اجازه بدید ما توی ادامه مجموعه در قسمت که ممکن از این اصطلاحات استفاده بکنیم به صورت کوتاه در همون بخش ما توضیح در مورد اون اصطلاح برای شما داشته باشیم اما این چهار اصطلاحی که خدمتتون عرض کردیم از مهمترین اصطلاحات سیگنال دیجیتال هستش که امیدواریم مطلب رو به صورت خیلی ساده بیان کرده باشیم